سوال من از خدمتتون این بود که من حدود کنجکاو هستم راجع به داستان‌های پشت صحنه تهیه این فیلم. منظورم اینه که مثلا این دو تا آقا که سرمایه‌گذاری کردن کیه؟ باید کنم 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 و برای اولین بار سه سال پیش برای من یک طرح داستانی ایمیل کردن. من آمریکا بودم، برای من یک طرح داستانی ایمیل کردن و گفتن که آیا شما میخواهید که این کار کنی و مشارکت کنی با ما در نوشتن این کار. و من طرحی که خوندم خب خیلی منظرم جالب بود. اولین جذابیتش این بود که به سر شما این بخشش دیگه گفتم یه وقت میخوندم گفتم خب این چیزی که من دوستش دارم و میتونم باش کار کنم. و بعد منتها بعدم به دلایلی آقای عفیفه خودشون کناره گیری کردن از کار و کسی که سرمایه گذار بود خودش به عنوان در واقع تهیه کننده هم شروع کرد به کار کردن. که اون آقا که در واقع سرمایه گذارم تا جایی که میدونم توی کار امیدوارم اشتباه نگم واقعا چون واقعا خیلی نمیدونم میدونم که بیزینس هم ولی اون آقایی که دومین بار اومدن اواخر سریال ظاهرا به کار پیوستن که کمک کنن که سریالی که داشت ساخته نمیشد به خاطر مسئله مالی و گیر کرده بود و طبق معمول داشت فراموش میشد اومد و کمک کرد که ساخته بشه. ولی چیزی که خیلی در موردشون خوشحالم اینه که واقعیتش چون به هر حال هیچ کدومشون تا اونجا که باز من میدونم از جهان تئاتر و فیلم وارد این بازی نشدن، خیلی هیچ کدومشون از مرزهای سرمایه‌گذار فراتر نگنی واقعا ما آزاد بودیم برای نوشتن اون چیزی که می‌خواستیم. من هیچ وقت چیزی نشدم که اونها خواستن که اینجا رو اینطوری کنی یا اینجوری کنی. این خب خیلی شانس بزرگیه، چیز شانسی که شما وقتی با مثلا تلویزیون کار می‌کنید اصلا ندارید، چون دائم دارن با شما صحبت می‌کنن که اینجا رو اینطوری کنی اینجا رو اینطوری کنی. خب این کار واقعا با یعنی بزرگترین ویژگی این دو سرمایه‌گذار که به هر حال می‌تونستن با این پول فاساژ بسازن ولی سریال ساختن و خود عمرشون بده این بود که عملا خیلی نمیخواستن هیچ اعمال نظری نداشتن و اعتماد کامل داشتن به کاری که داشت انجام میشد.